پسری شجاع. این داستان گرگ پیر مریض می شود. پسرم دوباره شروع شده، الان سه شبه که داره این صدام میاد. جلال میخواد بدونم چیه. من میترسم. میشنه بین آقای جیبورجی بگده میکنی نیست دا شبیه زوزه یه گرگه. آخه من به تو چی بگم مادون، یه گرگه اینطوری زوزه نمیکشه. پس زوزه چی؟ شاید یه حیوان گنده است که اومده تو این جنگل زندگی کنه. وای کمک من بالاخره میفهمم اون صدای چه حیوانی. تو خیلی شجاعی. بگیر بخواب بابا جان، بگیر بخواب. بله این صدا نمیذاره. حق با توی، چون از وقتی این صدا شروع شده اهالی جنگل وحشت دارن از خونه هاشون برن بیرون. خیلی دلم میخواست بفهمم اون چه صداییه. پدر جون به من اجازه میدین برم از این موضوع شر در بیارم؟ بیشتر این که وحشت نکنی و جرأت داشته باشی. دارم پدر، من فردا میرم شاید بفهمم چیه. گوش کن پسرم ببین چی میگم، خیلی مواظب خودت باش. ای به چشم پدر. خانم کوچولو، خانم کوچولو منم، در رو باز بکن. تویی؟ چی میخواستی به من بگی پسر شجاع؟ من میخواستم بگم اون صداها موهای بدن آدم رو راست میکنه. جلال جان میخواد بفهمیم اون چه صداییه؟ خب ترین شدن اشکالی نداره، فقط میخواستم ازتون بپرسم، فکر میکردم شاید دلتون بخواد با من بیاین. از این که مزاحمتون شدم معذرت میخوام. ما نمیتونیم بذاریم اون به تنهایی یه همچین کار خطرناکی بکنه. تو درست میگی، ولی آخه سب کن منم باهات بیام. وایسا سب کنی. به نظر میاد که ما در وضعیت بد و خطرناکی قرار گرفتیم. وحشت من از این نبود که خرس مهربون خونه نیامده، ولی من خواب دیدم که بچه‌ها دست به یه کار خطرناک و ماجراجویانه ای زدن. اگه براشون اتفاق بدی بیفته با اینکه از گفتنش بدم میاد، ولی پسر شجاع، یا بهتر بگم که همگی ما مسئولیم. ولی درست از این بابت معذرت میخوام، متاسفم. معذرت میخوام. من نمیخواستم اینطور بشه، اما صحبتهای شما رو شنیدم. ولی موقعی که یه مسئولیتی پیش میاد، همگی ما و یا واضح‌تر بگم همه بزرگترهای جنگلی که توی زندگی میکنیم باید اونو به عهده بگیرن. قبول کنین که هیچ کدوم از ما جرأت یه همچین اقدامی رو نداشتیم و به همین دلیل بود که پسر شجاع و بقیه بچه‌ها برای جستجو پیش قدم شدن. حق با شماست دکتر. از همون بار اولی که ما اون صدا رو شنیدیم، چون کاری از دستمون بر نمی اومد، در و پنجره ها رو بستیم و از ترس شروع کردیم به لرزیدن. من از این که فکر کردم شما مقصرید شرمنده هست. اشکالی نداره، من احساسات شما رو خوب درک میکنم. خب حالا نوبت ماست که یه فکر اساسی بکنیم. همین نزدیکی هست. آره گوش کنی؟ میشنوی خرگوش کوچولو؟ نه صدای باد نمیذاره بشنوم. خدای من فکر میکردم داریم به اون صدا نزدیک میشیم.
وای 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 بیاین برگردیم آقای شهبازی. تو اگه میترسی میتونی برگردی بری. شوخی نمی کنم، من ترجیح میدم برگردم تو توی همچین جایی مرتب از دست بنزم. اون باید نادون باشی وگرنه یه همچین جایی نمی کنم. داشتی چی میگفتی؟ هیچی از ترس با خودم حرف میزدم جونی جان. اوجاره نگاه کشه برچه. عجیبه، من نمیدونستم پسر شجاعم داره میره اونجا. هر طور شده نباید بذاریم اونا از ما جلو بیفتن. فکر میکنم درست اومده. گوش کنین چی میگم، ممکنه خطر جلومون باشه، بهتر شما دو تا همینجا بمونین تا ما بریم و برگردیم. باشی. میدونین صدایی چی بود؟ بیای خودتون ببینین. تو دیگه ساکت باش، نمیخواد به من چیز یاد بدی. آی 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 آی. چرا نمیرین خودتونو به دکتر نشون بدین؟ گفتی دکتر چهارپای میزنی. من ترجیح میدم بمیرم ولی به جای اون دکتر. خیلی خوب، هر چون میلتون باشه. نگرانم، اون باید بره پیش دکتر. گفتم من ترجیح میدم بمیرم ولی پیش دکتر نرم. حالا هر چی زودتر از اینجا بریم بیرون. فهمیدین چی گفتم؟ خیلی خوب، بیا برگردیم بریم. بسیار هر کاری میخواد بکنه. فهمیدم که صدای اون چطوری تو جنگل پخش شد. وقتی اون کلمات بی‌معنی و فریاد میشه، صداش تو غار میپیچه و به نظر ما وحشتناک میاد. که این تو اونا خیلی دیر کردن. بهتره جدا از هم به صورت تکی بریم دنبالشون بگردیم. باشه دکتر جان، من موافقم. پس من میرم به قسمت‌های خطرناک مرده به وسط جنگل. منم میرم به طرف درخت کات. منم همین. پدرم مادر خرس مهربون. اون صدا صدای ناله گرگ پیره. برای همینه که میگم اون یه مزاحم واقعیه. پسر شجاع، خواهش میکنم راه نشونم بده. الان سه روزه که اون زخمی شده، من باید اونو ببینم. آره پسرم نشونش بده. ولی اون به دکتر خیلی بدبینه، به خاطر همین دلیلی نداره من آقای دکتر رو پیش همچه کسی ببرم. منم نمیبرم. بذارین همون حرفای بی خودی و بذاره، شاید خوب شه. پسرم با دکتر برو جنم. نه پدر. پسر شجاع، وظیفه من نجات زندگی مریضه هاست. با اینکه اون از من تنفر داره، ولی من به وظیفه‌ام عمل میکنم. من باید به اون کمک کنم و زندگیشو نجات بدم. پس حالا که اینطوره باشه. برای نجات جونش حاضرم بیا. اینه فقط به خاطر شما شما آقای دکتر. حالا شدی پسر خوب، پس عجله کن. Thank you.
بچه ها دونده های خوبی هست. بیان رسیدون همین جاست. از این طرف بیان. چی؟ اون رفته سر جاش نیست. یعنی کجا ممکنه رفته بشی؟ رخت خوابش هنوز گرمه، بنابراین زیاد دور نشده. ولی چطور شده که تصمیم گرفته از اینجا بره؟ برای اینکه من بهش پیشنهاد کردم بیاد پیش دکتر. اون گرگ پیر به من اینکه فهمیده من میام از اینجا رفته خیلی لجبازه. آخه اون چطوری با پای زخمی از اینجا رفته؟ من میتونم حدس بزنم. اینجوری نگاه کنی؟ چیه؟ پس چه نفر اون از را قار کشیده بارته بیرو؟ ما باید این خط رو دنبال کنیم. فکر خوبیه، منم موافقم دکتر. تموم شد. حالا کجا بریم؟ به این ترتیب ردشو گم کردیم. خب حالا چیکار کنیم؟ از کدوم طرف باید بریم؟ پس بالاخره موفق شدیم. درسته، ما گرگ پیر رو نجات دادیم. خدای من سب کن، کجا میری؟ اصلا رای من بریم کنار. بهتره دیگه جلو نیای، ما دکتر خبر نکردیم. بگیر ببینه. تقصیر خودت بود دکتر. با روش خودم زخمم رو خوب میکنم. زندارا این کارو نکن. اگه به این عمل ادامه بدی حتما از این مرض میمیری. ساکت باش، به تو هیچ ربطی نداره من چی کار کنم. زودتر از اینجا برو، دست از سرم بردار. زندارا جلوتر نیا، من به تو اجازه نمیدم به سلطان جنگل ما دست بزنی. این گرگ پیر نمیتونه سلطان جنگل ما باشه. چرا نمیتونه؟ خیلی هم خوب میتونه. مگه چشه؟ معلومه که نمیتونه. چون من نمیتونم تکون بخورم، کاری از دستم بر نمیاد. حسابش رو بره. چش اجازه کیر؟ من حالم خوبه. تو جرأت میکنه؟ خیلی پررو شده پسر شجاع. ما یه لحظه هم نباید از دست بدیم. برای چی؟ دلیلی نداره کسی رو که بهتون حمله کرده نجات بدین. بله درسته، منم با پسر شجاع موافقم. ببینین بچه ها، همونطور که گفتم من باید اونایی رو که مریضن کمکشون کنم، حتی اگه خودشون نفهمن. ای بجیز حقا نمیمون. دکتر جان حالت خوبه ها؟ پسر شجاع میگه من چی کار کنم؟ خب معلومه دیگه، فلش کنیم به حال خوده. بله فلش کنیم. اگه به من دست بزنی تمام همون پشیمون میشی. حتی اگه بمیری؟ نه من نمیمیرم. اگه معالجه نشی حتما میمیری. دور جا دیگه. پاپ رو بجرم پاکی. بعضش بده، باید فوراً عملش کنم. من با عمل مخالفم. این در صورتیه که نخوای بمیری. خواهش میکنم در تصمیم من دخالت نکن. ممکنه؟ پسر شجاع خواهش میکنم یه کمی از اون ریشه برو بیا. منظورتون همونه که زخمو خوش میکنه باشه؟ خرس مهربون، تو هم برو مقدار زیادی برام آب سرد بیار. همین الان. از دست ما کمکی بر نمیاد؟ نه متشکرم. ساکت باشی. وای در گرفت. دردش به خاطر اینه که زخم اینقدر کثیف نگه داشتی تا چرک کرده.
چه کنم آخه؟ آی وای وای خدای بزرگ، همینو کم داشتیم. پسر شجاع ببین میتونی کاری بکنی؟ همین الان. پوله رو زودتر برسونید. چشم. نه این به اندازه کافی سرد نیست. خرس مهربون زود برو آب بیار. چشم دکتر. عجله کن. ایر از ایر متشکرم پسر شجاع، خرس مهربون، از همه تون متشکرم. بالاخره گرگ پیر نجات پیدا کرد. اون حالش خوب میشه، خیالم از این بابت راحت شد. وای خدای من، چرا قشق عجی؟ حالتون خوبه دکتر؟ من دیگه خیلی پیر شدم ولی خوشحالم که موفق شدم. گوش کن چی میگم دکتر، بهتره بدونی که گرگ پیرو تو نجات ندادی. راست میگی، نجاتش به خاطر اون کلماتی بود که ما میگفتیم. جونه تو، اونا درست میگن دکتر، فقط درد زخممو بیشتر کرد. نمک نشناسا. ساکت مریض باید استراحت بکنی. آخه پدر، اینا خطر فداکاری های آقای دکتر رو نمیتونم، باید ادبشون کرد. گرگ پیری آقای دکتر بود که تو رو نجات داد. نه اون وردای شیبورتی و دوستانش باعث نجات من شد جانم. اشتباه میکنی پسر شجاع، باش بس نکن. اون حرفای مسخره جادویی کسی رو نجات نمیده. اصلا نمیفهمم چه بهش کمک کردین شما. پسر شجاع. بله. چرا نباید اونو نجات میدادین دکتر؟ خب اگه حقیقتشو بخوان باید بگم شما نجاتش دادین. کی آب سرد آورد؟ کی اونو در مقابل طوفان و بارون خوش نگه داشت؟ کی حوله ها رو عوض کرد؟ ما تمام این کار رو به خاطر شما کردیم. نه اون کارهای شما به خاطر این بود که برای اولین بار اهمیت زندگی رو احساس میکردیم. یه پزشک نمیتونه مریضشو خوب نکنه. درسته که کارمون مشکل بود، اما در عوض گرگ پیر نجات پیدا کرد و همین برای من کافیه.